سلام بر شما به برنامه امروز ایران و جهان در هفته ای که گذشت خوش آمدید. با من فریبا شیروزی همراه باشید و با گزارش هایی از مهمترین تحولات هفته گذشته. در این برنامه از تنش در جلسات گفتگوهای هسته ای ایران و قدرت های جهانی خواهیم گفت. نگاهی داریم به اتهامات تازه که وزارت اطلاعات به نرگس محمدی وارد کرده و خواستار اشد مجازات برای این فعال حقوق بشر شده است. گزارشی داریم از انفجار در یکی از کوره های زباهن اسفان و به گزارش روزنامه اری میپردازیم که از دستگیری فردی میگوید که در همکاری با وزارت اطلاعات ایران قصد طراحی حمله در اردن را داشته است با ما همراه باشید مذاکرات هسته ایران و شش کشور قدرتمند جهان در وین در سطح وزیران خارجه هفته گذشته نیز ادامه یافت. اما منابع خبری از تنش در یکی از جلسات وزیران خارجه ایران و کشورهای پنج به یک خبر دادند گفته شده در پی اشاره هیئت آمریکایی نسبت به تهدید ثبات خاور میانه به دلیل افزایش توان موشکی تهران آقای ظریف حاضران را تهدید کرده که کسی نمیتواند برای توان موشکی ایران تصمیم گیری کند وزیر خارجه ایران حرفهای دیگری هم زده که حاضران جلسه را نگران کرده تا مبادا ادامه بحث مذاکرات چند ساله را به شکست بکشاند گفتگوهای اتمی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای پنج با علاوه یک روز چهارشنبه هفدهم تیر ماه در وین پایتخت اتریش دنبال شد در این روز محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و فدریکا موگرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با یکدیگر دیدار و گفتگو داشتند عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر خارجه ایران با وند شرمن و رابرت مالی معاونان وزیر خارجه آمریکا کار نگارش متن نهایی توافق و پیوست ها را ادامه دادند در همین روز علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا نیز با یکدیگر دیدار کردند خبرگزاری ایسنا به نقل از یک دیپلمات این کشور خبر داد این کشور پیشنهادهای سازنده‌ای برای حل موضوعات مورد اختلاف ارائه کرده اما یک دیپلمات غربی میگوید در پیشنهادهای ایران نکات تازه‌ای وجود ندارد گفته می شود موضوع تحریم های تسلیحاتی یکی از اصلی ترین موارد اختلاف است. با این حال خبرگزاری فارس به نقل از یک دیپلمات ایرانی گزارش داده اختلاف بر سر تحریم های تسلیحاتی نمیتواند جلوی توافق را بگیرد روز چهارشنبه برخی رسانه ها از تنش در جلسه وزیران خارجه کشورهای پنج به علاوه یک و ایران خبر دادند به نوشته خبرگزاری ایرنا در یک دیدار جان کری و محمد جواد ظریف بحث به حدی بالا گرفته بود که افراد خارج از جلسه نیز صدای آنها را شنیدند بنابراین گزارش در پی اشاره هیئت آمریکایی به تهدید ثبات خاور میانه به علت افزایش توان موشکی ایران محمد جواد ظریف با متهم کردن آمریکا به دامن زدن به بحران منطقه گفته کسی نمیتواند برای توان موشکی ایران تصمیم گیری کند خبرگزاری ایرنا گزارش داد در آن جلسه زمانی که طرف مقابل از تهدید امنیت منطقه و نقش ایران حرف میزند آقای ظریف با عصبانیت به یکایک وزیران میگوید اگر بحث تهدید منطقه باشد من باید همه شما را برای حمایت از صدام به دادگاه بین المللی بکشانم. ایرنا می نویسد آقای ظریف حرفهای دیگری هم زده که حاضران جلسه را نگران کرده مبادا ادامه بحث مذاکرات چند ساله را به شکست بکشاند. این خبرگزاری می نویسد در یک تنش لفظی در جلسه فدریکا موگرینی میگوید. پس برگردیم به خانه و ظریف با عصبانیت جواب میدهد هیچ وقت یک ایرانی را تهدید نکن بنابراین گزارش در این زمان سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در واکنش میگوید و روس را با این وجود روز چهارشنبه محمد جواد ظریف گفته علیرغم اختلافات سیاسی روابط کاری همواره بر اساس احترام متقابل بوده است همزمان با این تحولات باراک اوباما روز چهارشنبه هدهم تیر طی یک تماس ویدیویی با وزیر خارجه و اعضای هیئت مذاکره کننده آمریکا در وین گفتگو کرد به گفته کاخ سفید در جریان این ویدیو کنفرانس رئیس جمهور آمریکا راهنمایی هایی را در مورد توافق خوب با ایران ارائه کرده است کاخ سفید با انتشار بیانیه کوتاه بدون آنکه به جزئیات این ویدیو کنفرانس محرمانه اشاره کند اعلام کرده رئیس جمهور پیشرفت مذاکرات را تا به این لحظه بررسی کرده و راهنمایی هایی را در مورد تلاش های مستمر ما برای رسیدن به توافقی خوب میان ایران و گروه پنج به علاوه یک که منطبق بر خواسته هایمان باشد ارائه داده است در این بیانیه چند خطی همچنین ذکر شده است که در جریان این ویدیو کنفرانس اعضای تیم مشاوران امنیتی رئیس جمهور نیز حضور داشتند در خبر دیگر با اوباما روز سهشنبه شانزدهم تیر در جلسه ای که در کاخ سفید برگزار شد با نمایندگان دموکرات سنا دیدار کرد باراک اوباما به نمایندگان دموکرات سنا اطمینان داده است که با یک توافق بد اتمی با ایران موافقت نخواهد کرد رئیس جمهور آمریکا همچنین از نمایندگان خواسته تا زمان نهایی شدن توافق اتمی از قضاوت و داوری خودداری کنند به نوشته آسوشیتت پرس آقای اوباما به نمایندگان گفته معلوم نیست که مذاکرات جاری در وین به طور قطعی به یک توافق اتمی منجر شود. روند مذاکرات خستهی با ایران موجب بروز اختلاف نظرهایی میان باراک اوباما و دیگر اعضای حزب دموکرات شده است. با این حال به گفته ناظران دیدار روز سهشنبه در کاخ سفید فرصتی مناسب برای تنظیم روابط میان رئیس جمهوری آمریکا و دموکراتها را فراهم کرد سناتور کریس مورفی در مورد جزئیات دیدار نمایندگان با باراک اوباما به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت پرزیدنت اوباما میخواست کاملا روشن کند که برای رسیدن به توافق هیچ ای ندارد و اگر قرار نباشد که توافقی خوب حاصل شود او مذاکرات را قطع خواهد کرد و همچنین اینکه هنوز توافقی حاصل نشده و برای همین تمام گزارش هایی که در مورد جزئیات توافق منتشر شدند ناقص هستند وقوع انفجار در یکی از کوره های زوباهن اسفان دست کم جان سه تن را گرفت و چهار نفر دیگر را هم مجروح کرد استانداری اسفان با تایید این خبر گفته تحقیق درباره علت این حادثه ادامه دارد روز پنج شنبه 18 تیر ماه وقوع انفجاری در زباهن اصفهان دست کم سه کشته بر جا گذاشت. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا این انفجار در ساعت چهار بامداد در کنورتور شماره دو زباهن اصفهان رخ داد. دست کم چهار تن دیگر نیز در این انفجار مجروح و به بیمارستان منتقل شدند. هنوز مشخص نیست که عامل این انفجار مرگبار چه بوده و تحقیقات درباره دلیل این حادثه ادامه دارد. گفته می شود که این سانهه مرگبار در حین زوب زایعات در یکی از کوره های زوباهن رخ داده است. فرماندار استان اصفهان و مسئولان زوباهن اصفهان اعلام کردند که جزئیات بیشتر درباره علت این حادثه را بعدتر اعلام خواهند کرد. زوباهن اصفهان در سی کیلومتری غرب شهر اصفهان قرار دارد و محصولات فولادی از جمله تیراهن، مفتول، میلگرد و محصولات شیمیایی تولید می کند. در چند هفته گذشته این دومین حادثه در استان اصفهان است. در آخرین هفته ی خورداد ماه گذشته نیز در محوطه یکی از بوستانهای عمومی اصفهان گلوله شلیک شد که بعدتر استانداری اسفهان تایید کرد که یکی از یگانهای نظامی مستقر در منطقه مسئول این تیراندازی بود. استانداری اصفهان این تیراندازی را خطا توصیف کرد در بسیاری از واحدهای صنعتی ایران ایمنی محیط کار از استانداردهای جهانی فاصله دارد و قربانی میگیرد در خرداد ماه گذشته انفجاری در منطقه گلشهر مشهد یک کشته و دو مجروح بر جا گذاشت. رسانه های ایران اعلام کردند که این حادثه به دلیل انفجار زایعات توپ های جنگی در مرکز بازیافت آهنالات فرسوده رخ داد. در خبر دیگر قلام رزا قلام فرمانده نیروی انتظامی کوهگیلویه و بای رحمت گفت دو نفر از عاملان حادثه تیراندازی خونین بامداد چهارشنبه در بلوار شست متری یاسوج در گچساران دستگیر شدند. آقای غلامزاده پنج شنبه 18 تیر ماه تصریح کرد با تشکیل تیمی از نیروهای آگاهی استان و گچساران کمتر از 24 ساعت دو جوان 23 و 25 ساله از عوامل این حادثه شناسایی و شب گذشته در گچساران دستگیر شدند و تلاش برای دستگیری دیگر افراد نیز ادامه دارد. این مقام انتظامی گفته است هنوز تعداد افراد دخیل در این حادثه و انگیزه ی این تیراندازی مشخص نشده است. در حادثه ی تیراندازی در ساعت 3 بامداد روز چهارشنبه 17 تیر شش نفر با اسلحه ساچمه شکاری زخمی شدند که دو نفر از آنها در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست دادند. اما هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل در نظر داشت تا در آستانه بیستمین سالگرد کشتار خونین سربرنیتسا با تصویب قطنامه این واقع را به عنوان نسل کشی به رسمیت بشناسد اما روسیه با استفاده از حق وتوی خود مانع از انجام این کار شد نماینده روسیه در شورای امنیت این قطنامه را غیر سازنده و با انگیزه سیاسی توصیف کرد و نماینده بریتانیا در واکنش روسیه را به جانبداری از کسانی متهم کرد که قصد پذیرش واقعیت را ندارند. 20 سال پیش در ماه ژوئیه نیروهای ارتش جمهوری سربستان با حمله به شهر مسلمان نشین سربرنیتسا حدود 8 هزار نفر از ساکنان این شهر را قتل عام کردند. قربانیان که بیشتر آنان را مردان و پسران جوان تشکیل میدادند 13 تا 78 ساله بودند. کشتار سازماندهی شده و خونین سربرنیسا پس از جنگ جهانی دوم بزرگترین نسل در اروپا به شمار می رود. سربها به مدت چندین روز در سربرنیتسا و مناطق اطراف آن حمامی از خون به راه انداختند و سپس با کندن گورهای دست جمعی اجساد قربانیان را دفن کردند. دیوان بین المللی دادگستری مستقر در لاهه در سال 2007 کشتار سرپرنیتسا را نسل کشی تشخیص داد. همزمان با بیستمین سالگرد این واقعی خونین تاریخی شورای امنیت سازمان ملل در نظر داشت تا با تصویب یک قطنامه کشتار سرپرنیتسا را به عنوان یک نسل کشی محکوم کند. پیشنویس این قطنامه به ابتکار بریتانیا تهیه و تنظیم شده بود اما در جریان نشست این شورا در روز چهارشنبه هفدهم تیر روسیه با وتو کردن قطنامه از تصویب آن جلوگیری کرد نماینده روسیه در این شورا تنها کسی بود که به تصویب قطنامه نسلکشی سربرنیتسا رأی مخالف داد شورای امنیت سازمان ملل پانزده عضو دارد در کنار رأی منفی روسیه آنگولا نیجریه، چین و ونزوئلا چهار کشوری بودند که به تصویب این قطنامه رأی ممتنع دادند. رئیس جمهور سربستان با ابراز خورسندی از بتوی روسیه این روز را روزی بزرگ برای سربستان خواند. انجمن مادران سربرنیتسا در مقابل روسیه را به حمایت از جنایتکاران متهم کرد. این انجمن نزدیک به شش هزار تن از بازماندگان قربانیان کشتار سربرنیتسا را نمایندگی می کند. بیش از رایگیری بر سر این قطنامه سربستان و سربهای های بوسنی از روسیه خواسته بودند تا از حق به توی خود استفاده کند آنها مدعی شده بودند که متن این قطنامه سرب ستیز است و تنها روی کشتارهای چند ماهه آخر جنگ بوسنی که مجموعاً صد هزار کشته بر جای داشت متمرکز شده است ویتالی چورکین نماینده روسیه در شورای امنیت پیشنویس قطنامی نسکشی سربرنیتسا را غیر سازنده مجادل آمیز و با انگیزه های سیاسی توصیف کرده و مدعی آن شد که این قطنامه به طرز ناعادلانه سرب های بوسنی را برای خشونت های رخ داده در زمان جنگ مقصر جلوه می دهد. در واکنش به این اظهارات نماینده بریتانیا روسیه را به جانبداری از کسانی متهم کرد که قصد پذیرش واقعیت را ندارند پیتر ویلسون گفت آنچه در سربرنیستا رخ داد کشی بود این یک واقعیت قانونی است و نه یک قضاوت سیاسی در این زمینه جای هیچ مصالحه ای وجود ندارد روسیه در حال این قطنامه را وتو کرد که در طول 24 ساعت پیش از رأیگیری مذاکرات فشرده میان این کشور بریتانیا و آمریکا برای جلوگیری از وتو شدن پیشنویس این قطنامه جریان داشت سامانتا پاور سفیر آمریکا در شورای امنیت که خود در زمان جنگ بوسنی به عنوان خبرنگار فعالیت داشته است به شدت از روسیه و چهار کشوری که به این قطعنامه رای ممتنع دادن انتقاد کرد او و توی روسیه را موجب شکست شدن قلب خانواده های قربانیان و ننگی دیگر در تاریخ شورای امنیت توصیف کرد. مراسم یادبود قربانیان کشتار سرپرنیستا روز شنبه 20 تیر ماه با حضور سیاستمداران عالی رتبه جهان برگزار خواهد شد کاخ سفید اعلام کرده است که بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین این کشور سرپرستی هیئت نمایندگی آمریکا در این مراسم را بر عهده خواهد داشت روز دوشنبه 15 تیر ماه قرار بود قاضی سلباتی به اتهامات نرگس محمدی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران رسیدگی کند اما این جلسه بدون هیچ گونه توضیحی برگزار نشد خانواده نرگس محمدی میگویند وزارت اطلاعات ایران با طرح اتهامات جدید خواستار اشد مجازات برای این فعال حقوق بشر شده است خانم محمدی به دلیل مخالفتش با اعدام چند سنی مذهب و درخواست رایت انصاف و عدالت در دادرسی آنها به همکاری با داعش متهم شده است. خانواده نرگس محمدی میگویند وزارت اطلاعات با طرح اتهامهای جدید خواستار اشد مجازات برای این فعال حقوق بشر شده است حمید محمدی برادر نرگس محمدی به مرکز حامیان حقوق بشر گفته است جلسه دادگاه روز دوشنبه که قرار بود به ریاست قاضی صلواتی برگزار شود بدون هیچ توضیحی برگزار نشده است بنابراین گزارش خانم محمدی با اتهاماتی جدید از جمله اتهام همکاری با گروه خلافت اسلامی یا داعش نیز روبرو شده است خانواده نرگس محمدی میگویند احتمالا دلیل چنین اتهامی مخالفت خانم محمدی با اعدام چند سنی مذهب و درخواست رعایت انصاف و عدالت در دادرسی آنها از سوی مقام های قضایی بود است پیش از این از اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی تبلیغ علیه نظام و راه اندازی کارزار لغو گام به گام مجازات اعدام به عنوان اتهام های نرگس محمدی اعلام شده بود نرگس محمدی فعال حقوق بشر روزنامه نگار زندانی سیاسی و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیئت اجرایی شورای صلح ایران آخرین بار در پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری پس از بارها تهدید و احضار با مراجعه نیروهای امنیتی به منزل شخصیش بازداشت و برای سپری کردن محکومیت شش ساله راهی زندان اوین شد این فعال حقوق بشر پیش از این نیز بارها احضار و بازداشت شده بود وی از بیستم خرداد تا یازدهم تیر 89 را در زندان به سر برده بود که در مدت بازداشت بر اثر شوک عصبی به شدت بیمار شد در شهریور ماه همان سال از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران برای اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به 11 سال زندان محکوم شد که این حکم در اسفند ماه 90 به 6 سال کاهش یافت خانم محمدی در مرداد ماه 91 با سپردن وسیقه 600 میلیون تومانی از مرخصی درمانی بهرمند و به شکل موقت آزاد شد اما همچنان با احضارها و تهدیدها قربانی آزارهای مقامات قضایی و امنیتی بود و یکی از حامیان دادخواهی مادر ستار بهشتی است که در روز 13 آبان 91 در بازداشتگاه پلیس فتا به قتل رسید بازداشت خانم محمدی واکنش های گسترده ای را در پی داشت برخی از همراهانش از جمله گوهر عشقی مادر ستار بهشتی محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی سابق محمد ملکی چه چهره برجسته دانشگاهی ایران ساعتی پس از بازداشت در برابر زندان اوین تحسن کردند شیرین عبادی برنده جایزه نوبل با انتشار نامه ای سرگشاده از گزارشگران ویژه سازمان ملل از جمله احمد شهید خواسته است هرچه در توان دارند برای آزادی نرگس محمدی به گیرند اما گروه خودخوانده دولت اسلامی در تابستان سال 2014 شهر تکریت را تصرف کرد و صدها سرباز عراقی را کشت. اکنون دادگاهی در بغداد 24 نفر را به جرم دست داشتن در این قتل عام به اعدام محکوم کرده است. قتل عام سربازان انتقادات شدیدی را علیه ارتش و دولت عراق برانگیخت. دادگاهی در عراق روز چهارشنبه 17 تیر 24 نفر را محکوم به اعدام کرد. مقامات عراقی میگویند مردانی که در دادگاه کیفری بغداد متهم شدند در قتل عام تروریست های دولت اسلامی علیه شیعیان این کشور دست داشتند اشپیگل آنلاین به نقل از سایت خبری شفق نیوز که اخبار خود را به زبانهای انگلیسی کردی و عربی منتشر می کند گزارش داده است عبدالستار بیرقدار سخنگوی دستگاه قضایی عراق روز چهارشنبه هفدهم تیر اعلام کرده مدارک و شواهد ارائه شده در دادگاه کیفری مرکزی عراق اتهام متهمین را ثابت می کند. با این حال متهمین هر گونه دخالت و دست داشتن در قتل عام شیعیان را رد کرده و گفتند اعترافات آنها تحت شکنجه گرفته شده است آنها می توانند علیه حکم دادگاه بغداد شکایت و درخواست تجدید نظر کنند به نوشته اشپیگل آنلاین متهمین با چشم بند و دست و پای زنجیر شده به دادگاه آورده شدند بستگان قربانیان نیز به عنوان شاهد شهادت دادند وکیل مدافع متهمین برای موکلین خود حکمی سبکتر درخواست کرد برخی از متهمین قسم میخورند که در زمان وقوع حادثه قتل عام در محل حضور نداشتند چهار متهم نیز به دلیل کافی نبودن ادله از اتهام مشارکت در این جنایت تبرئه شدند در دادگاه بغداد بستگان قربانیان بعد از قرائت حکم اعدام صادر شده توسط قاضی دادگاه با بالا گرفتن عکس سربازان کشته شده شعار الله اکبر و یا حسین سر دادند در جوان 2014 شهر تکریت توسط نیروهای دولت اسلامی به اشغال درآمد جنگجویان دولت اسلامی حدود 1700 سرباز عراقی را تیرباران کردند آنها بخشی از اجساد سربازان را به صورت دست جمعی دفن کردند و بخش دیگر را نیز به رود دجله انداختند نهادهای بین المللی فعال در زمینه حقوق بشر از جمله دیدبان حقوق بشر تعداد قربانیان این حادثه را 770 سرباز تخمین زده است. گروه دولت اسلامی بعد از تصرف شهر تکریت تصاویر و ویدیوهایی در اینترنت منتشر کرد که در آنها دیده میشد اعضای این گروه به دسته های بزرگ سربازان عراقی داخل گودال از پیشکنده شده شلیک می کردن. بعد از آزادی تکریت از دست گروه دولت اسلامی نهادهای دولتی عراق در ماه آوریل سال جاری حداقل چهارده گور دست جمعی کشف کردند قتلام سربازان انتقادات شدیدی را علیه ارتش و دولت اراق برانگیخت سال پیش بستگان قربانیان با هجوم به پارلمان عراق درخواست کردند که افسران خاطی ارتش به دادگاه کشیده شوند آنها تعدادی از افسران بلندپایه ارتش را متهم کردند که پیش از حمله نیروهای دولت اسلامی فرار کرده و سربازان خود را بدون سلاح تنها گذاشتند. پیشتر سازمان عفو بین الملل در گزارش های خود اعلام کرد که شبه نظامیان شیعه هم خشونت شدیدی علیه شهروندان سنی در عراق اعمال می کنند. به گفته عفو بین الملل نقض حقوق بشر توسط شبه نظامیان شیعی از سوی دولت مرکزی عراق نادیده گرفته شده و در آن سکوت می شود. منابع و نهادهای حقوق بشری همچنین تایید می کنند که سال پیش در عراق بیش از 60 نفر اعدام شدند. بر اساس گزارش عفو بین الملل اکنون عراق جزو آن کشورهایی است که بیشترین تعداد اعدام‌ها را دارد. هاشمی رفسنجانی میگوید تابوی مذاکره مستقیم با ایالات متحده ای آمریکا شکسته شده است و بازگشایی سفارت آمریکا در تهران غیر ممکن نیست. با این حال او میگوید برقراری رابطه خوب میان دو کشور به حل مسئله فلسطین بستگی دارد. اکبر حاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت ایران در گفتگو با روزنامه بریتانیایی گاردین گفت توافق ای میان ایران و شش کشور قدرتمند جهان میتواند گامی رو به جلو پس از دهها خصومت میان ایران و ایالات متحده ای آمریکا باشد او مذاکره مستقیم میان تهران و واشنگتن را اقدامی خوب خواند و گفت ما یک تابو را شکستیم هاشمی مذاکره رو در رو را بهتر از گفتگو از طریق رسانه ها دانست و افزود ایران در راه رسیدن به توافق جدی است اگر دیگران نیز در این امر جدی باشند حتما به یک توافق خواهیم رسید رئیس مجمع تشخیص مسلحت با اشاره به آنچه که خصومت دیرینه آمریکا با ایران خواند به حمایت این کشور از رژیم محمد رضا پهلوی و همچنین حکومت صدام حسین در جریان جنگ خونین هشت ساله میان ایران و عراق اشاره کرد. به گفته هاشمی اگر ایران در جریان مذاکرات ای با آمریکای متفاوتی روبرو شود تأثیر مثبتی بر افکار عمومی مردم ایران خواهد گذاشت او با اشاره به اینکه بازگشایی سفارت ایالات متحده ای آمریکا در تهران غیر ممکن نیست گفت این موضوع به رفتار هر دو طرف بستگی دارد رئیس جمهور سابق ایران در گفتگو با گاردین همچنین به نقل از آیت الله خمینی گفت اگر آمریکا انسانی رفتار کند ما هیچ مشکلی با آن نداریم به نظر می رسد این سخنان اشاره ای به جمله این معروف از رهبر پیشین جمهوری اسلامی دارد که گفته بود با آمریکا روابط ایجاد نخواهیم کرد مگر اینکه آدم بشود اکبر حاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از مصاحبه خود از مخالف خانی های عربستان در جریان مذاکرات هسته ای ایران و پنج به علاوه یک و همچنین حمله نظامی به یمن انتقاد کرد. او با اشاره به این که عربستان سعودی نسبت به مشکلات فلسطینی ها حساسیت خود را از دست داده افزود ما می با آنها روابط دوستانه داشته باشیم. رئیس مجمع تشخیص مسلحت ایران همچنین گفت این کشور نیازی به تغییر رفتار خود در قبال اسرائیل نمی بیند. او مدعی شد که کشورش در هیچ اقدام نظامی علیه اسرائیل در سرزمین های فلسطینی شرکت نداشته و تصریح کرد حمایت ایران از گروه های فلسطینی تنها جنبه سیاسی دارد. هاشمی همچنین گفت که تا زمانی که ایالات متحده به حقوق فلسطینیان بی باشد امکان برقراری روابط خوب میان تهران و واشنگتن ممکن نیست. او کمک ایران به دولت‌های عراق و سوریه را تایید کرد و افزود سوریه از سوی گروه‌های مختلف تروریستی مورد حمله قرار گرفته و ما مخالف تروریسم در هر کجای جهان هستیم. روابط سیاسی ایران و آمریکا پس از بحران گروگانگیری های آمریکایی در تهران قطع شد این گروگانگیری از 13 آبان 1358 شروع شد و تا 444 روز ادامه داشت طی این مدت جز در موارد نادر و به مدت کوتاه های دو کشور ارتباط مستقیمی با هم نداشتند روزنامه دولتی ارای در اردن چندی پیش خبر داد نیروهای امنیتی این کشور فردی را به نام خالد کازم جاسم عربی ای را در شهر جرش در این کشور به همراه 45 کیلوگرم گرم مواد منفجره دستگیر کردند. گفته شده که این فرد قصد توته برای اجرای یک حمله در این کشور را داشته است. این روزنامه در ادامه گزارش خود گفته است این فرد با وزارت اطلاعات ایران در ارتباط بوده و سپاه قدس شه برون مرزی سپاه پاسداران ایران مواد منفجره را در اختیار این فرد قرار داده است وزارت خارجه ایران و سپاه پاسداران این گزارش را بی اساس و تبلیغات ایران هراسی خواندند وزارت خارجه ایران و سپاه پاسداران گزارش روزنامه اردنی ارعی درباره دست داشتن سپاه قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران در توطعه‌ای برای اجرای یک حمله در این کشور را بی اساس، بی پایه و تبلیغات ایران حراسی خواندند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه 16 تیر گزارش این روزنامه اردنی را بی خوانده و سیاست اصولی و ثابت ایران را احترام کامل به امنیت ثبات و تمامیت ارزی کشورهای منطقه ذکر کرد در همین حال رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران نیز در این باره به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت این گزارش بیپایه و جزی از به گفته او تبلیغات ایران حراسی است روزنامه دولتی اررای در اردن پیشتر خبر داده بود نیروهای امنیتی فردی به نام خالد کازم جاسم الربیعی را در شهر جرش در این کشور به همراه 45 کیلوگرم مواد منفجره دستگیر کردند جرش دومین شهر توریستی اردن است آنطور که در گزار این روزنامه آمده بود سپاه قدس بخش برون مرزی سپاه پاسداران ایران مواد منفجره را در اختیار این فرد قرار داده است. روزنامه دولتی الرای روز چهارشنبه در گزارش جدید نیز بخشهایی از کیفرخواست علیه خالد کازم جاسم الربیعی را منتشر کرد که در آن به آنچه جزئیات همکاری این متهم 49 ساله با وزارت اطلاعات ایران خوانده شده اشاره کرده است ایران از جمله حامیان اصلی حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است در مقابل آقای اسد اردن را به حمایت از گروه های شورشی مخالف خود متهم می کند اما مقامات اردن این اتهامات را رد کردند اردن همچنین در همکاری با ائتلاف بین علیه گروه حکومت اسلامی به رهبری آمریکا حملات هوایی متعددی را به موازه این گروه انجام داده است در سالهای گذشته مقام های اسرائیلی و برخی از منابع غربی ایران را به دست داشتن در برنامه ریزی برای فعالیت های تروریستی در جمهوری آذربایجان، بانکوک تایلند، تفلیس گرجستان، دهلی نوی هند و کنیا در آفریقا متهم کردند و چندین طبعی ایران نیز به همین اتهام در این کشورها دستگیر شدند. جمهوری اسلامی اتهام دست داشتن در هر گونه توطعه ترور در این کشورها را همواره را کرده است. اما هفته گذشته کمیته اخلاقی فیفا هارولد مین نیکولز مسئول ارزیابی درخواست کشورهای عضو برای میزبانی جامهای جهانی 2018 و 2022 را به مدت هفت سال از تمام فعالیتهای مربوط به فوتبال معلق کرد. کمیته اخلاقی فیفا هارولد مین نیکولز مسئول ارزیابی درخواست کشورهای عضو برای میزبانی جامهای جهانی 2018 و 2022 را به مدت هفت سال از تمام فعالیتهای مربوط به فوتبال معلق کرد. به گفته فیفا جزئیات بیشتر بعد از اجرای این حکم منتشر خواهد شد. آقای مین نیکولز که 54 سال دارد رئیس سابق فدراسیون فوتبال شیلی بوده و یکی از پنج مقامی که سال گذشته گفته شد تحقیقاتی دربارهشان انجام خواهد شد وی مسئول درخواست میزبانی کشورها برای جامهای جهانی 2018 و 2022 بود که در نهایت روسیه و قطر انتخاب شدند آقای مین نیکولز در گزارشی که در سال 2010 به فیفا داده بود نگرانی شدید خود را از گرمای هوا در قطر که در تابستان به 50 درجه می رسد ابراز کرده بود. گفته می شود وی همزمان با کمیته میزبانی قطر درباره استخدام یکی از بستگانش در آکادمی جوانان اسپایر در این کشور گفتگو کرده بود. آکادمی جوانان اسپایر پروژه‌ای با عنوان رویای فوتبال را در کشورهای مختلف به ویژه در آفریقا به اجرا درآورده است تا استعدادهای فوتبال را شناسایی کند. پروژه رویای فوتبال تا کنون بیش از نیم میلیون نوجوان را زیر نظر گرفته و بهترین آنها به قطر آورده شدهاند. گفته می شود آکادمی جوانان اسپایر دارای یکی از بهترین امکانات ورزشی و همچنین بهترین تیم نوجوانان دنیا است. به گزارش فیفا ابتدا تصور می شود این آکادمی برای این است که قطر کشوری که هیچگاه در جام جهانی حاضر نبوده صاحب تیم فوتبالی در حد این رقابت معتبر شود. اما گزارش های بعدی نشان داد که بیشتر فعالیت های این آکادمی در کشورهایی انجام شده بود که قطر برای میزبانی جام جهانی به رأی آنها نیاز داشت. از جمله روزنامه تایمز لندن از طرحی خبر داده بود که بخش بازاریابی و ارتباطات آکادمی اسپایر در سال 2009 با جزئیات کامل آماده کرده بود تا از پروژه رویای فوتبال برای کسب میزبانی جام جهانی استفاده کرد. آقای مین نیکولز که نامزدی برای انتخابات اخیر ریاست فیفا را مد نظر قرار داده بود یکی از کسانی بود که خواستار انتشار متن کامل گزارش مایکل گارسیا شده بود مایکل گارسیا وکیل آمریکایی مسئول بررسی روند اعطای میزبانی جامهای جهانی 2018 و 2022 بود پیش از شروع سال جدید میلادی، فیفا به جای انتشار متن کامل گزارش او تصمیم گرفت بخشی از گزارش را که از نظر حقوقی مناسب است منتشر کند. آقای گارسیا در اعتراض استعفا کرد و آنچه منتشر شده را پر از اشتباه خواند و گفت فیفا فاقد رهبری است. این هفته همینجا به پایان میرسد سپاسگزارم که با ما همراه بودید آدرس وبسایت و صفحه فیسبوک ما رو, رو روی صفحه تلویزیون میتونید ببینید با این آدرس با ما در تماس باشید و نظرات پیشنهادات و نقدهای خود را برای ما بنویسید شب روز شما خوش